سلام دوستان، بنده محسن نامجو هستم. این چهارمین قسمت از مجموعه آدکسته که با عرض پوزش با تأخیر بسیار خدمتتون ارائه میشه و طبعا باز در این ایام اخیرم یک خبر تراژیک دیگه به خبرهای قبلی اضافه شد، اونم این ماجرای مدارس ایران هست که معلوم نیست این مصیبت ها به چه معنیه، برای چی سر ما میاد و چرا هیچ کس جوابگو نیست. و یادم موقع قبل از اینکه کرونا شروع بشه برای همون اجرای با ارکستر سوئد بودیم و یه ویدئویی توی هتل ضبط کردم که خبر بدم که دوستان آلبوم متنتن رو نیازی نیست بخرن و میتونن کپی کنن و اینها. و اونجا گفتم که تعبیر دوربین مخفی رو به کار بردم، گفتم انگار یه دوربین مخفی کائنات، خداوند هر چیزی گذاشته و یه روزی قراره ما بگه که آداشیم شوخی میکردیم باهات. ولی نه تنها دوربین مخفی هنوز خودش رو نشون نده و هنوز ما انگار سر کاریم، هنوز داریم زجر میکشیم، بلکه دیگه این بعد از کرونا و اتفاقات دیگه به عرصه شخصی زندگی های شخصیمون هم کشیده شد. حالا حداقل من میتونم راجع به خودم بگم. در صورت امیدوارم تمام کسانی که این مصیبت دامنگیرشون شده زودتر به آرامش برسن و زودتر بانی و علت قضیه پیدا بشه. و نکته دیگه اینه که من توی آدکست شماره 3 که داشتم متن قدیمی میخوندم گویا یه اشتباهی داشتم، کلمه دستوری رو به معنی دستور فرمان گفتم در حالی که معنی اصلیش اذن و اجازه است. خیلی ممنونم از دوستانی که در کامنت ها اینو گوش زد کرده بودن و خواهش می‌کنم بعد از این هم همین کارو بکنید، به خاطر اینکه من قبلا توی پادکست های قرنطینه و اینها چون صوتی بود و دغدغه خارج شدن از کادر رو نداشتیم، جلوم لپتاپ یا موبایل و اینها بود، میتونستم همون لحظه ده خدا رو ببینم و اشتباه خودم رو تصحیح بکنم یا اگر شک داشتم. ولی طبعا ممکنه این تو ویدیو پیش بیاد و یادی هم نداره، من از شما یاد میگیرم. حضور دارم شاید ما یه مدتی هست که کلاس آنلاین که راه افتاده در یکی از این عنوانهاش که راجع به در واقع شاخصهای مدرن بود، دو تا کلاس هست، هم راجع به شعر فارسی مدرن، هم راجع به مدرن و نامدرن توی یا معاصر و نامعاصر توی موسیقی ایران حرف میزنیم. و از دل اون خب در واقع هی محتواهای جدید تولید میشه و یه مسئله رو که البته قبلا من راجبش نوشته بودم و فکر بداهه نبود و ثابت شده بود قبلا برام خیلی از مختصاتش راجب طنز بود، یعنی این که آرتیست یا آدمی که در واقع ذهنش ذهن مدرنیه، ذهن یه جورایی میشه گفت آزادیه، طنز رو هم میفهمه هم زندگی خودش ممکنه سراسر از طنز کنایی و آیرونی و اینها باشه و همین که در واقع انگار که برای من در طی این سالها مطالعه این طنز توی آثار هنری بزرگان هنر، حالا در طی تاریخ در همه هنرها، برای من به عنوان یک معیار قضاوت هستم در اومده، یعنی که ارادت من به اون آدم چندین برابر میشه. به ویژه وقتی که ببینیم مثلا ما در یه کارهای فرض کنید یه فیلمسازی مثل هیچکاک که در ظاهر اون سوی قضیه است، یعنی اصلا هیچ ربطی به طنز نداره و استاد ترس و دلهوره و ساسپنشن و تعلیق هست توی سینما، ولی وقتی که خب چند تا از فیلماشو میبینی و این نشانه ها رو کشف میکنی سر تعظیم فرود میاری. من مثالایی که میخوام تو این جلسه تا موقعی که وقت داریم بزنم خدمتتون، مثال البته خیلی زیاده، حالا اگر که این ویدیو رو شما دیدید و خوشتون اومد میتونید در قسمت نظرات به ما اجازه بدید که ویدیوی بعدی رو هم به ادامه این مثال ها بپردازم. عرض کردم خود زندگی آرتیست هایی که آدم های بزرگی هستن، یعنی در واقع آدم های انتخاب شده این در تاریخ بشر، ناخودآگاه زندگی خودشون هم
در واقع وجوه تراژیکی داره که از یه جهت دیگه طنزآمیزه. مثل اینکه شما فکر کنید مهمترین تصویر خداوند رو، دست خداوند رو در کلیسای سقف کلیسای واتیکان یک کسی کشیده به اسم میکلانج که اساساً گی بوده و بدیهیه که اصلا آدم عصبی نبوده، یا اگر هم اعتقادی داشته پنهان میکرده، چون اون زمان خب طبعا خیلی از الان بدتر هم میده که میخواسته این ویژگیاشو کسی بفهمه، به ویژه وقتی که محیط کارش و کارفرمایانش و روابطش و اینها تو محیط کلیسا هم باشه، یا به شکل دیگه در بعضی از آرتیست های دیگه دربار، یا جالب مثلا کسی که در هر دو انقلاب فرانسه و انقلاب و استقلال آمریکا، یعنی به فاصله 1776 که بیانیه استقلال نوشته شده و 1789 که انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاده، این آدم در هر دو حضور داشته، یعنی تنها آدمی که هم آمریکا رو دیده هم فرانسه رو در اوج اتفاقاتش، یه آقای به اسم تامس پین که هیچ کس راجبش نمیدونه، خیلی کم کسانی که حتی علاقه به تاریخ دارن اسم جفرسون و لویی 16 و اینا رو همه شنیدن، ولی راجع به تامس پین کسی چیزی نمیدونه، و در حالی که آزاداندیشترین آدم اون موقع بوده و به بدترین نحوم ایگنور شده و در نهایت هم با وضع خیلی نابسامانی زندگیش به پایان رسیده. باز مثال دیگه از آیرونی، فرض بفرمایید همین مجسمه داوود که مال میکلانجه، یا یه آدمی که همه زندگیش در محرومیت، در فقر، در ناچیزی گذشته مثل ونگوک، الان گرونترین تابلوهای جهان مال اونه. یا فرض بفرمایید کسی که عمیق‌ترین معانی و تصاویر و تشبیهات و صنایع ادبی رو با زبان فارسی در واقع به اوج رسونده بعد از چند قرن، که یک کسی به اسم حافظ وقتی که از دنیا رفته دیوانش دیوان جمع شده ای نبوده، برای اینه که تصحیحات مختلف وجود داره، یعنی خودش حتی اینقدر در واقع، حالا من اسمشو میذارم اینقدر، یا وارستگی یا ذهن آزاد، چیزی که برای آرت خودش هم اونقدر ارزش فایل نبوده شاید. و یه غزلی هم هست منصوب به حافظ که میگه قوت شاعره من سحر از فرط ملال متنفر شده از بنده گریزان میرفت. در واقع داره میگه که استعداد شاعرین سر صبح حالش داشت من به هم میخورد میرفت. حالا اگه دوستاشی این شعر رو گوگل کنیم بقیهش رو بخونیم، خیلی زیباست. از اون کنم منصوبه به حافظ. یا اصلا طنزی که حافظ، سراسر حافظ طنزه، سراسر یک جلسه کامل میشه راجع به ابیات طنزآمیز حافظ حرف زد. یکی از نمونه های طنز حافظ که عرض کردم مثلا همین یه غزل دیگه است که منصوب بهشه که میگه از حشمت اهل دهر به کیهان رسیدند، جز آه اهل فضل به کیوان نمیرسد. یعنی آدمایی که اهل دانشن، اهل خوندن، اهل مطالعهن، جز اونا حشمتشون در واقع به آسمون میرسه، اینا آهشون فقط به آسمون میرسه. این عبارت طنزآمیز خیلی خیلی حافظ داره چیز نمونه اینجوری. از هیچکاک شروع کنم، از کسی که عرض کردم استاد دلهوره است، خود این که هیچکاک در فیلماش حضور داره خود این یه نمونه طنزه، چون ببینید ما مثلا چارلی چاپلین رو داریم که در فیلم‌های خودش بوده، هم کارگردان هم بازیگره، ولی آفیشیالی و رسما این کار رو میشناسیم ازش. هیچکاک اصلا نه خودش ربطی به فیلماش داره، نه حضورش توی فیلماش اصلا حضور اهمیت در واقع مهمیه. یه جایی کاملا بی ربط، انگار که می‌خواد یه مسخره بازی، یه شیطنت، یه جنگولک بازی می‌خواد در بیاره، ولی اونم هیچکاک، استادی که نه ظاهر جسمیش، نه کاراکترش، نه شخصیتش، نه چیزایی که ازش باقی مونده و فیلماش اصلا به جنگولک بازی نمیخوره. پس کنید یه صحنه‌ای که راجع به یه ماجرای قتل به یه پرونده داره پیگیری میشه، یک جای صحنه این کسی که داره پیگیری میکنه کارگاه توی هتل ایستاده و قراره مثلا یه مهمونی ازش از اتاقش بیاد که با این دیدار کنه، و از اون گوشه لابی هتل مثلا هیچکاری رد میشه، یک همچین موردایی که اصلا علتی هم واقعا انگار نداره، یا اگرم هست خیلی شخصیه برای خودش. در یه فیلمی داره هیچکاک به اسم بدنام که گری گریپک، هنرپیشه خیلی خوشتیپ و به قول انگلیسی هندسام اون زمان توش بازی کرده، و خانم اینگرید برگمن، یه مجموعه هست مثلا یه بیمارستان یا یه مجموعه پزشکان که پزشکان گمان میکنم بیشتر پزشکان روان هستن، و خانم برگمن هم یکی از همون پزشکاست. این گری گریپک یه پزشکیه که به جمع اینا میاد، ولی انگار که
مالیخولیا داره، کابوس میبینه، یه حال روانی استیبلی نداره و این آدم هم طبعا نسبت بهش دوری میکنن یا یه بدنامه در واقع در اون جمع. و خب خانم انگلیس بریمن هم سعی میکنه با این آدم همدردی کنه، هم در واقع نوع دوستی کنه و هم از جهتی چیزم هست یه جوری رابطه عاطفی هم بینشون هست که در واقع حالا مورد مطلق و گاسیب و شایعه اون جمع هم قرار میگیرن. یه شبی هست که این حالش خیلی بد میشه و خبر میرسه به انگلیس بریمن، میاد داخل اتاق این و این هیچ چند بار میگه که این در اتاق باز بسته میشه، یه روح هست اینجا، یا یه روح میره و میاد این در تکون میخوره. خب بعد ما با توجه احوالاتی که از این مرد دیدیم قبلا بدیهی میدونیم که ما به عنوان تماشاگر با دانای کل میدونیم که داره مالخولیا میگه، داره هزیون میگه، شروبر میگه و انگلیس برگمن هم طبعا همینطور، ولی خب با احترام و مهربانی میگه استراحت باید بکنی، بیا آب بخور فلان، بعد دارواتو خوردی نخوردی، بعد بلندش میکنه که ببرتش بیرون هوای تازه بخوره. وقتی که از در میرن بیرون دوربین روی در ثابته، دری که نیمه بازه. 7-8 ثانیه بعد از اینا میرن و از کادر خارج میشن، یک در نیمه باز داریم و یک نمای ثابت دوربین و ما بیننده که داریم به این در نگاه میکنیم و در یه دفعه تکون میخوره. یعنی این شوخی هیچکاک با ما که گفت که شما فکر کردی روح نیست؟ من نمیدونم هست، تکون خورد، روح بود. یعنی قشنگ اینجوریه که این مصداق سرکار گذاشتن. یه آدمی که دوست داشتم تو این جلسه بیشتر راجع به اون حرف بزنم، کسیه که خب در واقع بعد از اون قولهای قدیمی سینما مثل برگمن و تارکوفسکی و آنتونیونی و فلینی، اگر بتونیم بگیم خود فلینی که راجع به طنز فیلمهاش کلی میشه حرف زد، اصلا طنازه، دلغک فلینی واقعا، فیلسوفی که معاصره و هنوز ما جای خوشبختی داره که باش هنوز زنده است و ما باش هم زمانیم و فیلماش داره میسازه هنوز، لارس فون تری است، فیلمساز دانمارکی. آیرونی زندگی لارس فون تری اینه که پرواز میترسه و هیچ وقت از اون محدودی کشور خودش و اون محدود دانمارک یا چند تا کشور دیگه اروپایی بیرون نرفته. ولی فهمی که این آدم از جهان داره، از روابط انسانی، از روانیات بشر، از در واقع تاریخ، از سوادی که در هنر فاین آرت، در از نقاشی و غیره و غیره داره، واقعا یک فضیلت، یک بخشی از دانش و فلسفه بشری این آدم، یعنی چیزی افسوده به این به این دنیا، نه فقط به سینما. اولین فیلمش اروپاست، بعد نه اولین فیلمش نیست، ولی اولین فیلمیه که در واقع برای ایرانی ها نشون داده شد، چون که به فارسی ترجمه شده بود، دوبله شده بود و تو ایران هم نشون دادن و قبل از اون هم چند تا فیلم داره، ولی خب با این فیلم بیشتر شناخته شده. بعد از اون دیگه کریر اصلی شکل گرفته. یه قهرمان فیلمه که در آلمان بعد از جنگ، که خب یه آلمان ویران شده است، این میره اونجا و حالا یه روابط قدیمیشو پیدا میکنه، مال اون منطقه نیست و از اول فیلم یک راوی هست که هی انگار که وجدان اینه، دانای کل ماجرا است و میگه تو اینجا خواهی رفت، تو با این شخص دیدار خواهی کرد، تو با این اتفاقات ما میبینیم که براش میفته. آخر فیلم این پسر، کل فیلم خب فیلم خیلی غمگینیه مثل همه فیلم های فاسفونتریه، و آخر فیلم این پسر توی قطار که تصادف میشه و قطار وارد ریل چپ میشه، روی پل بودن و قطار میفته توی آب، اینم توی یه قفسی گیر کرده بوده و توی اون قفس میفته توی آب و داره دست و پا میزنه که بیاد بیرون و صدایی هم وجود نداره، یعنی موسیقی قطع، صدای صحنه قطع، همه اینها و فیلم سیاه‌سفیده و این دانای کد میگه که تو خواهی مرد، نجات پیدا نخواهی کرد، من تا ده میشمرم و تو غرق خواهی شد. و انگار ما وحشت میکنیم، اون آدم هم، اون بازیگر هم از چهرهش ما میبینیم که وحشت کرده، ولی طنز ماجرا اینه که هیچ اتفاقی غیر از اینی که میگه نمیفته و میشمره و طرف میمیره و تمام میشه فیلم. یک، دو و بی نظیره. حالا اینی که من دارم برای شما تعریف میکنم، شما میگه طنزش کجاست؟ طنزش در تضاد دشه، در این که در واقع وقتی که ما میگیم طنز، منظورمون برنامه خندبانه نیست، منظورمون اینه که همیشه آیرونی، کنایه ببینی در جهان، در یک امری تناقض ببینی،
چیزی رو که انتظار داری اتفاق نیفته، چیزی رو که انتظار نداری اتفاق بیفته. یه نمونه دیگه تمام فیلم های لاسفونتیه در این نقطه توشون هست. یه فیلم دیگهش به اسم Breaking the Waves، شکست امواج. یه دختر اهل یکی از روستاهای اسکاندیناوی با یه مرد مهندس هندسام خیلی خوشتیپی که هم مهربانه، هم کریر خوبی داره در کار، هم خیلی هم اول فیلم نشون میده که توی عروسیشون، حالا مثل که مثلا سنت اون منطقه است که میرن توی زفاف، یعنی مهمونی از مهمونا جدا میشن، میرن توی اتاقی توی هجده اشپازیشون رو میکنن و بعد دوباره میان توی مهمونی. و اونجا ما میبینیم که برای این دختر انگار که قطعا تجربه اولشه و چه در واقع چه بهشتی براش درش براش باز میشه و چه در رؤیای عمیق فرو میره و چقدر براش این زندگی جدید، این مرد جدید، این در واقع همه این نعمت جدید و اینها چقدر تعیین کننده است و میتونه شروع بشه از این آدم یه آدم دیگه بسازه که گفتم همه این صفات رو داره و اشبازی خوبی هم میکنه. و سه روز چهار روز بعد از مهمانی عروسی، آقای مهندس سر کار، یکی از این چنگک های بزرگ فلزی که توی جر سقیل ها هست یا برای مثل هوک دیگه، مثل برای بالا بردن اجسام و چیزای دیگه هست، به اون بزرگی از پشت به دکل نفتی کار میکنه مهندس و از پشت میخوره به سرش و بیهوش میشه، میفته به تخت بیمارستان و فلج کامل میشه، حتی لبم دیگه نمیتونه بگیره. یه موجودی که افتاده و الان یادم نیست که پرک میزنه یا نمیزنه یا اصلا بیداره یا در کماست یا چی، ولی دیگه شوهری نیست، دیگه انسان نیست. ببخشید. و بعد این زن بدونی که تقصیری داشته باشه، بدونی که ما بتونیم قضاوتش بکنیم، دچار یک ویرانی کامل شخصیتی و روانی میشه، چون که این تجربه نصف نیمه رو کرده از لحاظ عاطفی و جسمی و جنسی و بعد توی شهر بزرگ قرار گرفته، توی خونه‌ای که همه چی داره، فقط بانیش و شوهرش و در واقع مرکز عاطفیش وجود نداره و هی میره بیرون و بعد با جمعی آشنا میشه و تقریبا با یک خانه، به قول جمهوری اسلامی خانه افاق، با یک از این فاحشه خونه ها رابطه میزنه و میره دیگه، میره تبدیل میشه به یک فاحشه. ولی ما هیچ عنوان در سراسر قصه جز دلسوزی و جز گریستن در درونمون برای این کاراکتر نمیتونیم انجام بدیم، برای که میبینیم که ناخواسته چه بلایی سرش اومد و هیچ کس جز اتفاق، جز وحشی بودن ذات این جهان، نکبت بودن ذات این جهان، چیزی که قطعاً فونتریه خیلی عمیق بهش پی برده و خود این نکبت بودن ذات این جهان و اینکه ما جز این جهان و این جز این زندگی هم چیز دیگه ای نداریم و تازه بهش چنگ هم میزنیم و گداییش هم میکنیم، هم عمر رو گدایی میکنیم، هم سلامت رو گدایی میکنیم، هم شهرت رو گدایی میکنیم، هم ثروت رو، همه چیزهایی که مال همین جهان نکبت هست رو گدایی میکنیم. به این طنز دیگه، این خودش تضاد دیگه است. و طنز تلخ ماجرا اینه که بعد از اینکه این دختر به حزیز، به پستی ویرانی میرسه، آخر قصه آقا به طرز معجزه آسایی خوب میشه، حالش خوب میشه و برمیگرده شاد و سرحال و شادمان، ولی خبرم نداره که همسرش چه تجربه هایی کرده. ولی ما دیدیم و ما میبینیم که این زن راهی جز ویرانی خودش نداره، چون دیگه وجود نداره، چون به هیچ شکلی خودشو لایق شادمانی و خوشبختی نمیبینه و زن خودشو میکشه. طنزی که به ما در واقع، باز میخوام این تعبیر رو به کار ببرم، یه انگشت وسط نشون میده، یه نارو میزنه و میگه عمرن نگرفتی، میتونه اینجوری هم باشه قصه. یا رقصنده در تاریکی، خانم بیورک بازی کرده و کل فیلم رقصنده در تاریکی فیلم موزیکاله، اصلا ذات فیلم موزیکال یعنی طنز، طنازی، شادمانی، رقص. ولی این فیلم موزیکال انگار که در وسط تراژدی داره به کار میاد. اونم چطوری؟ یه خانومی که بیناییشو تقریبا دیگه داره از دست میده، در فقر کامل، کارگر در یه کارخونه از این سینکای دستشویی و اینها میسازن و لای این دستگاه پرس کار میکنه و یه برادر یا خواهر کوچیک‌تر یادم نیست داره که
برای عمل بیماری اون باید پول جمع کنه. رای خورد 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 پول میذاره رو هم دیگه. یه همسایه هم داره، یه مردی که از خود این بدبخته. حالا از یه سلام علیکی هم با هم دیگه داره. من یادم نیست که حالا رابطهشون بیشتر از این هست یا نه. ولی این مرد یه بار که میاد به خونه این سر بزنه، این داشته پولاشو میشمرده یا داشته جابجا میکرده از این صندوق به اون صندوق، میبینه و شروع میکنه که تو این پولا رو بعد به من قرض بدی، به من کمک کنی و این میگه نمیتونم، اینا مال عمل. خب اونم نیازمنده، اینم در واقع کاری از دستش بر نمیاد و بین اینا یه جنجالی پیش میاد و در نهایت باید وسیله ای فکر کنم اینطوری که آدم باید وسیله سنگینی مثل مجسمه سنگی چیزی چند تا ضربه میزنه به سر این همسایه و میکشتش. دیگه از اینجای ماجرا ما دو تا امر موازی رو با هم دیگه داریم. یکی مسئله دادگاه و دادگاه کشی که این مصیبتی که این زن توش میفته و سیر بدبختی تراژیک اینو میبینید. از طرف دیگه فیلم موزیکاله و در جای جای قصه این خانم به رویا فرو میره. رویایی که اتفاقا من به عنوان موزیسین خیلی طبیعیه درکش میکنم. اصلا برای من بارها پیش اومده توی قطار که مسافرت با قطار که دارم صدای منظم چرخهای قطارشون صدای منظم هر چند ثانیه سکوت بعد دوباره من اینو میگیرم پرکاشن یک تم موسیقایی و شروع میکنم روش ملودی خودمو میسازم انگار که درامر مجانی وجود داره اونجا و این اتفاق در ذهن این زن میفته و بعد دیگه شاهکار فونتریه در کارگردانی و تدوین و فیلم برداری و ادیت که چطوری اینا رو موزیکال میکنه توی تصویرم و سراسر موزیک ویدیو کلیپ دیگه. ما چند تا موزیک ویدیو داریم وسط این فیلم. این سیر دوم قضیه است. نهایت یعنی میدونید هی ریلیز و تنشنه، هی میگیره هی ول میکنه، هی به یک تجربه مفرح میرسونه ما رو در بخش موزیکا و بعد دوباره ادامه تراژدی، ادامه بدبختی و نکبت. اوج ماجرا اینه که این توی سکوتی میرسه به لحظه اعدام. بخشیده هم نمیشه، تجدید نظر هیچی فایده نداره، اعدام میشه. یه جاییه که این تمام داره هست، این هم به چهارپایه ایستاده و زار و نزار مثل هر آدم طبیعی داره گدایی میکنه زندگیشو و زار میزنه به این که اگه میشه ببخشید، اگه میشه عفو کنید. تناب هم به گردنشه. الان که دارم تعریف میکنم موهای تنم سیخ میشه. و بعد ما انتظار داریم بر اساس تجربیات سینماییمون که فیلمایی که دیدیم یا قصه‌ای که خوندیم و اینها یه کورسی امیدی شکل بگیره، یه جایی رو ببخشن، یه اتفاقی بیفته، اونم اینجوری که این داره با نهایت زجر و نزاری و درماندگی داره گریه میکنه و بعد آخر میگه پس بذارید آواز بخونم. و میگن خب بخون. آواز شروع میشه، فیلم نه موزیک داره نه صدا، هیچی نیست و ما هم رضایت میدیم به این که از آواز اینو گوش کنیم دیگه. انگار تنها چیزی که از این دنیا برامون مونده، آخرین خواسته یک اعدامی چیه؟ آواز بخونه. وسط آواز، یعنی هنوز جایی که ما مطمئنیم این آواز هنوز شروع نشده اعدامه داره، یه دفعه دوربین یه کات میزنه و چهارپایه رو میکشن و تناب آویزون میشه و هیکل این آویزون میشه و میمیره. یعنی فونتریه نه تنها خواسته امید ما رو به ما نمیده، بلکه حتی دوباره همون تعبیر ببخشید انگشت وسط رو به بدترین شکل نشون میده که اینجوری هم میکشمش، جایی که اصلا انتظار نداشتی، جایی که در واقع زشکش بشی. و من اینو چیزی جز طنز کنایی نمیبینم، جز خنده رندانه زدن به جهان نمیبینم. نمونه دیگرش توی فیلم آنتای کرایست، توی یه زن شوهری، حالا آخر ماجرا اینه که اینا در یک جنگلی رفتن و به یک تلاشی روانی در رسیدن، در واقع به خاطر اینکه یه تجربه هولناک براشون پیش اومده اول فیلم نشون میده و بعد در نهایت به این میرسه که بدترین عذابهای شکنجه رو سر همدیگه در میارن و آخرم زنه از مرده تقریبا یه جسم خونالود
باقی میذاره، مردم زنه رو میکشه و با همون جسم خونالودش راه میفته میره تو جنگل که ما نمیدونیم چه اتفاقی میفته. و تحت تاثیر یکی از تابلوهای این نقاش بلژیکی هلندی، اگه اسمش اشتباه بگم بورگل بکنم، اگه اشتباه گفتم یا دفعه بعد تصحیح میکنم، یا فان نمایشگاهش هم من رفتم، یعنی کاراش دیدم، خیلی معروفه. توی 24 فریم فیلم آخر آقای کیارستمی هم یکی از تابلوهای این هست و توی سینما خیلی از این آدم استفاده شده و یه صحنه برفی داره و یه سری زائر رو نشون میده که طرف کلبه‌ای که این دو نفر اونجا ما دیدیم در طی فیلم که چه بلاهایی سر هم آوردن، حالا اون کلبه تبدیل شده به یه جور امامزاده و اینا را میفتن میان با هم، مردم مثل زائر میان و شکل این زائرها که دارن حرکت میکنن یا ساکن شدن یه جایی، مجموع این جمعیت اینا در واقع یکی از تابلوهای بورگل، اگر اشتباه نگم اسمشو، یا بروگل یا بورگل. بر صورت همه این اتفاقا سر چی پیش اومده؟ این دوتا آدم چجوری تبدیل شدن به این دوتا ناانسان، آنتای هر چیزی؟ اینه که تجربه زجرآوری که تحمل کردن به خاطر از دست دادن بچه دو سالشونه. اول فیلم بچه دو ساله در اتاقش بازه، پنجره اتاقش بازه و میره از پنجره خودشو میزه پایین. یعنی در واقع میره که پایین رو نگاه کنه، بچه هست دیگه، میفته. چرا این اتفاق میفته و چرا این حواسشون پرته؟ چون اول فیلم نشون میده اینا توی حمام زیر دوش دارن با هم سکس میکنن و سکس رو هم به وقیح ترین شکل نشون میده فونتریه، که آخر کار ما طنز رو بفهمیم که سر این تجربه اینا شدن اون. خود این آقای فونتریه توی فستیوال کن میگم متاسفانه دنیای ما دنیایی شده که همین چیزی که میگن کنسل کالچر، یعنی کسی توجه نمیکنه که با کی طرفه، با پولانسکی طرفه، با فونتریه طرفه، با آدمایی که در واقع جان فرهنگن در طی یک قرن. و مثلا سر فیلم پولانسکی تو فستیوال فیلم سزار بود، یه خانم فرانسوی که حالا معنی مثلا احتمالاً دو تا میوزیک ویدیو بازی کرده یا نه کریری داره نه اسمی داره، اینا پاشو شلوغ کرد و الکی اسمش معروف شد و از سالن فیلم پولانسکی رفت بیرون و بقیه پشت سرش رفتن، چون بقیه میترسن که دیسلایک نشن یا فوش نخورن و اینها. خیلی حرفی که دارم میزنم برای بعضیتون آشناست، چون که احتمالاً نمونه ایرانیش هم یادتونه که برای یکی دو تا از دوستامون پیش اومده بود. آخه تو کی هستی پیش پولانسکی؟ طرف سینما به اسمشه، رنج به اسمشه، تازه فیلمی که از دلش پاشدی رفتی بیرون راجع به کشورت خود احمق توه، راجع به جاسوس یهودی، راجع به یک افسر یهودی که به جرم جاسوسی که بعدها ثابت شد بیگناه بوده، یکی از پرونده دریفوس بکنم اسمش اگه اشتباه نگم دریفوس، دوستم دینیش نزجو هم دو سه سال پیش برای یکی از این شبکه های فارسی زبان یه مستند دقیقی کوچیک ساخته بود راجع به اون افسر فرانسوی. خیلی ماجرای معروفی داره. فیلم پولانسکی رو در اون مورد ببینید. خیلی ساده و سرراست روایت کرده و خیلی صادقه. یعنی پولانسکی بی‌نظیره. بعد حالا سر یه تجربه‌ای که در 50 سال پیش در خونه جک نیکلسون داشته با یک دختری که اون دختر خودش گفته که این تجربه پیش نیامده یا بخشیده یا به بارها مثلا رفته دادگاه و غیره و غیره، یه عده فقط برای گرفتن توجه و فلان. همین اتفاق سر لاس فونتریه به یک شکل دیگه افتاد که توی فستیوال کن از دهنش در اومد، گفت که من با ایده هیتلر، با ایده کشتار جمعی به عنوان یک نگاه آرتیستیک همزادپنداری میکنم بهش فکر میکنم، حتی نه که احترام قائلم، برام جالبه. و همون سخنرانی رو نذاشتن به آخر برسونم. خودشم بیچاره گفت من الان این حرفایی که از دهنم پرید بیرون نمیدونم چطوری میتونم خودم از این منجلاب نجات بدم و نتونستم نجات بده و بیرونش کردن. همون شب دیگه اجازه ندادن تو هتل بخوابه و کلا از کن اخراج شد و رفت. حالا فیلماش تو این بعد از اون نمیدونم
راه پیدا کرده یا نه. فیلمی هم نساخته بعد از اون، زمان فیلم نیمفومنیاک بودی فکر کنم، یه فیلم دیگه بعد از اون ساخته. بله همین فیلمی که راجع به این خانه‌ای که جک ساخت، راجع به یه قاتل زنجیره‌ایه. دنیای ما، تمدن بشر هر چی که جلوتر میره داره از آدم‌ها آدم‌های محافظه‌کارتر می‌سازه. آدمایی که یاد بگیرن آسته برن آسته بیان که گرگ شاخشون نزنه. آدمایی که کلا خودشون رو صفر نگه دارن. آدمایی که اهل ریسک نباشن، اهل رؤیا نباشن. رؤیا فقط رؤیاست که علم رو ساخته. رؤیاست که قوانین سگانه نیوتن رو ساخته. رؤیاست که کشف جاذبه رو ساخته. رؤیاست که E=MC² رو ساخته. هنر حاصل رؤیاست. هر چی که در این فرهنگ بشری منجر به پیشرفت شده در طی بشر، در طی دوران در واقع زیست بشر، حاصل رؤیا بوده. افلاطون و ارسطو اگر راجع به یه سری موارد علمی فلسفی حتی اشتباه هم گفتن، رؤیا پرداختن و گفتن. بطلمیوس که گفته دنیا از چهار عنصر فلان تشکیل شده، آب و آتش و خاک و باد، وسیله‌ای نداشته که امتحانش کنه. رؤیاشو دیده، خیالش کرده و بشر داره اینو در واقع داره تمدن رو میگیره، توییتر رو به دست میاره، آیفون رو به دست میاره، هرچی هم که بخوام دیگه فراهمه. الان میگن تازگی یه وبسایتی هم اومده که دیگه برات فیلمنامه هم می‌نویسه، برات موسیقی هم می‌سازه، برات دیگه الان کسی لازم نیست بره دفتر نوت بخره یا یه اورک حتا بخره، رو آیفونش میتونه تک تک نوت‌ها رو بزنه. نیازی نداره اصلا خواننده باشی، نیازی نداره نوازنده باشی، اصلا هیچی. اینا رو داره بهت میده، به جاش چی رو ازت میگیره؟ در رأس همه چی داره رویا رو ازت میگیره. رویا موجب ریسک میشه، منجر به این که آزمون خطا کنم، منجر به این که یه بار دیگه فکر کنم راجع به موضوع. شما ببینید هر کسی، خود بنده، فقط با نهایت احترام دعوت میکنی آدم ها رو، میشه اینجوری هم ببینیم؟ اجازه هست اینجوری هم ببینیم؟ خفه شو برو اعدام شو، گم شو، اصلا وجود نجست تو از این زندگی ببر. با نهایت خشم کنم. اینه. در صورت من نصف راه رو رفتم، نصف دیگرش مونده. شاید هم نصفی کمترش. ولی من از این، حداقل میتونم این بیانیه رو برای خودم حساب نگه دارم. میتونم خودم رو یا بعداً اگر بچه‌ای داشته باشم اونم آزاد هر جور دلش خواست بکنه، ولی بهش بگم که آقا تو اسیر این تمدن نشو و محافظه‌کار نباش. فکر مستقل خودتو داشته باش. نه اینکه چون گفتن بهشت و جهنم هست، چون گفتن حضرت علی آدم خوبیه، چون گفتن که گیاهخواری خوبه، چون گفتن که حقوق اقلیت ها فلانه، حقوق زن ها فلانه. نه، راجع به همه چی دوباره فکر کن. هیچ باوری نیست که اگر تبدیل به قبول توده های جمعی و میلیونی بشه دچار ابتذال، خدشه، دروغ نشده باشه. ساده انگاری لایک بسیار میگیره، امر پیچیده هم دیسلایک میگیره، هم ازش استقبالی نمیشه. راجع به همه چی. یه مثال دیگه راجع به طنز بزنم. از مثلا در نقاشی، هافین و داگویل رو در ضمن از لاس فرونتیر نگفتم. حالا اگر مایل بودین جلسه بعدی خواستیم به چیز بپردازیم، به طنز بپردازیم، فیلم داگویل رو هم میگم. ولی برای که بیشتر متنوع باشه بگذاریم که در کوروساوا طنز هست. توی کوروساوا فیلم مهمترین فیلم کوروساوا اتفاقا فیلم سامورایی نیست، فیلم معاصری ساخته به اسم ایکیروی، به معنی زیستن یا زندگی. اول فیلم یه شخصیتی، فیلمی که در برای قصه فیلم واجب اونه، یه پیرمردیه داره بازنشست میشه، مثلا چند روز مونده به بازنشستگیش، مثلا در اداره ثبت احوال کار میکنه در کیوتو یا در شهر دیگه ژاپن. بعد اول فیلم نمای کوروساوا اینه که یه فیلم رادیولوژی رو نشون میده، میگه این معده قهرمان قصه ماست،
این نقطه سفیدی که میبینید سلول سرطانیه، اون چند روز دیگه میمیره. اما اول فیلم آدم خندش میگیره و بعد فیلم فرو میشه. هم موقعیت خنده دار خلق میکنه، همین که قصه رو داره لو میده. خود این طنز دیگه، طنازیه دیگه، دراما رو اولش رو لو میده و بعد ادامه میده. یه نمونه هم آقای بیضایی داره در فیلم مسافران، حالا اون بعدن روایتش چیز دیگه میشه، ولی اول فیلم خب خیلی برای من حیرت انگیز بود دیگه. 14-15 سالم بود، توی سینما آفریقای مشهد یادم رفتم فیلم مسافران رو دیدم و خانم ما روستا اومدن توی شما نشستن تو ماشین، رو کرد به دوربین گفت ما داریم به تهران میریم برای عروسی خواهرم، ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم. البته اون دیگه یا اون موقع من درک طنزی از قضیه نداشتم، یا هدف فیلمساز این نبود، یا فضا اونو به من نمیداد. ولی الان که بهش فکر میکنم میبینم که چقدر مشابه این کار کوروساوا بوده از لحاظ ایده. به صورت در نقاشی عرض میکردم، ال گرکو، برید کاراشو ببینید. یه نقاش هست اسپانیایی به اسم ال گرکو، نمیدونم مال قرن 18 یا 19، ولی کاراش چند تاش توی اروپا من دیدم، چند تاش هم توی همین موزه شهر خودمون متروپولیتن هست. پاپ و کاردینال و اینا رو کشیده و تابلوهای دیگه ازش میبینی که یعنی خداوندگار تکنیک و نور و قلمگذاری و و و، ولی عین کاریکاتور، عین کاریکاتوری که تو مجله‌های زرد میبینیم، سه تا پاپ و کاردینال و اینا رو اونطوری کشیده. خب چه جرأتی داشته این؟ این چون این تابلو رو پولشو همونا میدادن دیگه، این که چجوری زندگی آرتیست اون زمانا میچرخیده؟ یا بعد زیر لوای یک خاندان مدیچی، خاندان پولداری می بوده که الان مثلا میشه مثلا گفت مثلا مثل اینکه خاندان بولگاری یا اون یکی چی بود؟ ورساچه و اینها چیزتو بدن، خرجتو بدن، یا که باید برای دولتی، رژیمی، کلیسایی یه چیزی کار کنی دیگه. و حیرت انگیز جرأت طرف. ماتیس، هنری ماتیس سراسر طنزه. و اهمیت کار این آقای الگریکو هم اینه که خب حداقل 100 سال قبل از براک و پیکاسو و غیره این کارا رو کرده دیگه. و یعنی رئالیتی رو گرفته از ماجرا، اونم در زمانی که همه دارن در واقع ارزش‌های کاتولیک یا مذهبی رو به معنوی‌ترین شکل و رئال‌ترین شکل می‌کشن. نمونه دیگه کاراواجیو، اون کار فیگوراتیو میکنه، کاریکاتوری نمیکشه، رئالیته رو تو اون حفظ میکنه. ولی کانسپت چیه؟ مریم و مسیح رو تو همه تابلوهای دوره رنسانس که میبینید نوری تابیده، مسیح یه طفلیه که در واقع برق میزنه از روشنایی و از نور و از تعالی، مریم چهرش درخشانه و با یک شال بسیار بسیار زیبا و شدیداً درخشان توی جمعی حضور داره یا در مرکز داره. تابلوی کاراواجیو در همون زمان حدود 1500 خوردی یا 1600، اوایل 1600، یه تابلوی یکونیم در یک متر حدوداً در همین موزه متروپولیتن هست و سراسر سیاه، هیچی توش دیده نمیشه اصلا. مسیح و مریم، مریم مسیح تو بغلشه و داره گدایی میکنه گوشه خیاب. حالا شما ببینید چه تفسیرهایی میتونید بدید. آیا قبل از اینکه کارل مارکس به وجود بیاد این آقا چپ بوده، طرفدار توده‌ها بوده؟ متلک توشه دیگه، متلک طنز. اینه مسیحتون، اینه ذاتش، اینه مثلا یه همچین چیزی. حالا من یکیشو دارم میگم، هزار جور دیگه میشین، ولی طنز رو درش میبینید. و یه نمونه هم از ادبیات بگم و دیگه فکر کنم هی مثلا میکنم نیم ساعت بیشتر نشه، ولی همیشه میشه. نمونه‌ای که از ادبیات میخوام عرض بکنم از دونکیشوت. خود ماجرای دونکیشوت رو آقای ناصر زراعتی واقعا دستشون درد نکنه. یه حدود 4-5 قسمت 3-4 ساعته است که کل کتاب، فکر کنم 1000 صفحه از کتاب دونکیشوت،
ایشون خونده و آدیو بوکش روی یوتیوب هست، میتونید بشنوید. بعد حوصله هم داشته باشید. بعد من اینو سال 2017 اینا بود که توی سفرهایی که با ماشین داشتم از اول تا آخرش رفتم. یه چیز جالبی که داشت این بود که یه مقدمه طولانی داره اون که بماند و سروانتس میگه که خواننده گرامی، من این در این مثلا سفرهایی که داشتم اینها، یک بار در مثلا آفریقا یا همچین جایی از یک عربی که دست فروش بود این ورق پاره ها رو خریدم، این جزوات رو خریدم که خیلی هم شلخته و نامرتب و اینها بود. و قصه ای که دارم میگم، قصه این مرد مثلا اندلوسی، مثلا قصه یه چیز دونکی شد رو از این ورق پاره ها دارم و راوی من را مثلا عفو کند اگر که در امانت مثلا چیز، یعنی چیز اینجوری که آقا مال خودم نیست، من دارم روایت، حتی خود این تنازی شد چون قصه مال خودشه، ولی اومده یه تریک به کار برده توی روایت. بعد خود سروانتس زندگیش، دوباره اینو عرض کنم، زندگیش طنزآمیز. سرباز روزمزد بود، یعنی سرباز رنه دکارت هم اینجوری بوده، رنه دکارت فیلسوف در یک دوره از زندگیش حقوق میگرفتن، میرفتن کجا به کجا، این پروس میخواد حمله کنه به اونجا یا والی اینجا به اونجا، میرفتن تو ارتش یارو، براشون اصلا ایده و باور و ایدئولوژی اینا مهم نبوده، پول میگرفتن به جنگن. بعد گویا دستش یا پاش هم یه چیز، اگر یاد درست یادم باشه، دست میده سروانتس. حالا میتونید رو ویکی‌پدیا جای دیگه زندگی سروانتس رو بخونید. و بعد در سنین تقریبا 50 سالگی و اینها شروع میکنه به نوشتن این، و فکر کنم یکی دو تا اثر دیگه هم داره، ولی به هر حال دیگه مهمترینش همینه. و هر آنچه که در زندگیش دیده بوده رو توی این میذاره. چیه در زندگیش دیده؟ دو به اضمحلال طنزگونه و متلکوار و در واقع مسخره یک دوران، سپری شدن یک ارا به قول انگلیسی، یک ساحت، یک زمانه، یک عصری داره جابجا میشه با یک عصر دیگه. چی؟ اوایل همون حدود همون رنسانس دیگه، در واقع طبقه بورژوازی داره به وجود، طبقه شهرنشین داره به وجود میاد، دارن شهرها تشکیل میشن بیشتر از روستاها. مختصات زندگی شهری چیه؟ توش اشرافیت وجود نداره، توش فقیر هست و طبقه متوسط. طبقه متوسط فن داره، فن سالاره، نجاره، بناس، هنر اینطوری داره. قبلش چی بوده؟ قبلش دوره فئودالی بوده، یه ارباب بوده، یه نوکر، یه سری کارگر که فقط کشاورزی و آهنگری و اسب و نعل بکنن بلد بودن، و ارباب هم که ارباب میشسته و رو زمینش کار میکردن. و من اربابم چرا؟ چون این زمین ها مال منه. همین طبقات اجتماعی این شکلی بودن. ولی وقتی که شروع میکنه این تبدیل کم کم به این کنجکاوی به وجود میاد، علم به وجود میاد، یوهان کپلر به وجود میاد، نمیدونم نیوتن به وجود میاد و و و و دونکی شد حاصل آدمی که در مرز این تغییر داره زندگی میکنه. یکی از مختصاتی که در اون دوره فئودالی بوده و در دوره بورژوازی نیست، طبقه پیشه‌ور شهری ندارتش، شوالیه ها بودن. هر اربابی یه سری جنگجوی اختصاصی هم برای خودش داشته که در واقع اون جنگجوی اختصاصی هم به یک ارزش های پابند بوده، یک معشوقی هم، معشوق حالا یا ذهنی یا عینی در ذهنش داشته، یعنی یک قدسیت اینطوری که هم عاطفیه هم معنویه. و به یاد به نام اون معشوق مثلا سیلویا یا هر چیزی می جنگیده، اسم اونو یاد می کرده و می رفته به جنگ. و دیگه چیزای شوالیه‌ای هم خودتون دیدین دیگه، یال و کوپال و اینهاشون. آقای دونکی شد توی خونه نشسته، بیماری داشته و اینها، یه آدم معمولی، و خونه‌ش هم پر کتاب. در واقع نه اشراف ساده است، نه حتی پیشه‌ور، یه آدم بینابی، یه آدم طنزآمیز، یه آدم دلغک، زندگیش مسخره و دلغکیه. و بعد اینقدر کتاب شوالیه میخونه جوگیر میشه، میره تو رویا، میره ترحم میزنتش.
و را میفته، میگه من میخوام برم به سفر و کمک کنم و دنیا رو نجات بدم و فلان. و اینقدر این روایت بامزه است و اینکه ما حساب اول کار میدونیم که وا ما با یه لوزر، ما با یه بازنده مطلق طرفیم. اول کارم با یه چوپان بدبختر از خودش هم آشنا میشه، یه آقای به اسم سانچو پانزا که یه قاطر هم داشته، میگه اون قاطرت هم بیاد، اون سوار قاطرش میشه، اون مرید اینه. ولی ببینیم اون دیگه کیه، یعنی کلی این براش قهرمان بزرگه. ببینیم هر وقت هم که در طی سفرشون توی کافه ای جایی میشینن، یه کاروانسرایی خلوت میکنن، شب مست میکنه سانچو پانزا، شروع میکنه به اقراق و دروغ از قهرمان بازی های این تعریف کردن. و دیری نمیگذره ما خیلی همون اول کار اینا با اتفاقاتی که براشون میفته میفهمیم که آقا این خطر جانی داره، اصلا برای خودش میخره، کتک میخوره، کلا خودش پاره میشه، هزار جور، یعنی صد مدل این بلا سرش میاد و حتی در یک موردش هم پیروز نمیشه. و جوری هم هست که راحت میتونه به خودش دروغ بگه و به سانچو پانزا هم دروغ بگه. بعضی وقتا این هم اگه نمیگه، اون به این دروغ میگه که خوب از پسشان در آمدید مثلا عالی جناب فلان. و بعد میرسن شب به یه کافه ای، شروع میکنن قصه های دروغ برای ملت تعریف کردن و دوباره صبح دروغ. 100 صفحه از مثلا قصه گذشته بود و حالا درسته که من در بیناورش هم هی میخندیدم و اینها، ولی یک اتفاق عجیبی افتاد که حیرت میکنه آدم از دست 500 سال پیش، از دست یک نویسنده به اسم سروانتز از هوشمندیش، که میرسن به یک کاروانی، کاروان چند تا کشیشن، یک دونه مثلا دو سه تا جوان هم هستن که شمشیرزن این کاروان هستن و یک کالسکه هم هست یا یه دلیجانی که اتفاقا توش مسافر داره و خب اینا دارن با هم دیگه میرن. آقای دونکیشوت دوباره گیر میده به اینا، میسته آل مردان ملعون فلان کجا میروید، حتما در این کالسکه چند شاهزاده خانم نجیب زاده فلان هستن و شما اینا رو دزدیدین و میخوان. ای آقا میگن آقا دست فردا ما کاری نداریم، تو از کجا میدونی اینجا کسی هست یا نیست، بذار ما به راه خودمون بریم فلان. هی بهش احترام میذارن، اینم کوتاه نمیاد، یکی از اون جوانایی که شمشیر داشته از دور میاد، قدرتمند و جوان و سرحال، میاد یه ضربه بدجور میزنه به کتف این، میشکافه، کلاه خودش پاره میشه و از روی اسب میفته. در واقع شدیدترین شکل تحقیر شدن دونکیشوته. اولین باره که ما میبینیم دونکیشوت بهش برخورد، غیرتی شد و بلند میشه، نعره میزنه، اسم اون معشوق خودش هم یاد میکنه که الان اسمش یادم رفته، روی اسب میشینه و به نام نامی فلان بیار که مثلا تو رو خواهم کشت با یک ضربه شمشیر تو رو، و حرکت میکنه طرفش. حالا تقریبا نصف یک صفحه توصیف این بلند شدن و نشستن و به طرف اون چند متر حمله کردن، به حیرت اون جوون که کپ کرده و ترسیده و در جا خشکش زده، میرسیم که شمشیرش رو بلند کرد و آمد که بزند. خواننده گرامی، متاسفانه من تا همین چند ورق رو که خریده تا همین جا رو گفته بود اون راوی، ما رو سر کار میذاره. یعنی تا اینجا ما داشتیم بهش میخندیدیم، اینجا سروانتس ما میخنده، همون پایان بازی که این چند سال مد شده ازش حرف میزنیم، فکر میکنیم کشف خودمونه. 500 سال قبل یارو پایان باز میذاره، حالا هر جور دلت بخواد برو خود تصور. قصه دیگه نیست، آقا من تا همینجاشو خریده بودم، تا اصلا خریده بودم بسته، تا اینجاش داشت، بقیهش نیست. و من اصلا اولین باری که اینو شنیدم یادمه که نمیدونستم بخندم یا عصبانی بودم یه جوری که یعنی چی؟ چرا واقعی بود؟ نبود. رفتم کتابش رو گیر آوردم و بعد نگاه کردم دیدم همون تو، یعنی کتاب همونه، یعنی فکر کردم شاید نسخه های دیگه ای وجود داشته باشه. و بعد دوباره که شروع کردم به قسمت بعدیش گوش دادن، دیدم کاملا به طبیعی از یه جای دیگه، اصلا قصه از شهر دیگه، یه ماجرای دیگه قصه رو شروع کرد و ادامه داد. طنز از این بالاتر هست؟ آرتیست، آدم فرهنگی، آدمی که در واقع چه بخوایم چه نخوایم درش هوشمندی میبینیم و احترام ما رو برمی‌انگیزه، زندگی رو طنزآلود، خشن، کرایه‌آمیز، رندانه می‌بینه. برای همینه که خودش هم خنده رندانه می‌زنه به زندگی و چه بخواد و چه نخواد طنز توی کارش ریشه می‌دونه.
تو فیلمسازای خودمون هست دیگه. در رأسش، در رأسشون از نظر من به زعمی بزرگترین فیلمساز معاصر ایرانی آقای کیارستمی، مرحوم کیارستمی. شما همون خانه دوست کجاست رو ببینید، در چند جای مختلفش پسره هی داره مامانش میگه استرس داره بچه، میگه من دفترم عمرزا گرفتم بعد برم بهش بدم، مامانه اصلا نمیشتم این چی میگه، برای بشین درستا بخون بارش، اصلا کلن دیالوگه ولی هیچ نه این با اون ارتباط میگیره، دیالوگی نیست، یعنی در واقع تز و سنتز نیست، اون ببخشید تز و آنتیتز نیست، یعنی این یه چیزی نمیگه که اون چیزی بهش اضافه کنه یا رابطه‌ای وجود نداره، ریلیشنی بین این خطهای این و اون وجود نداره، این یعنی حرف خودش میزنه، اون حرف خودش میزنه، ولی مادر بچه هم هستن، ولی این بچه میره تو مسیر اون رو پیرمرده میگه من این بچه رو عمدن فرستادم ادب بشه، اینا من اینا پدر خود ما هفته یک بار به ما پول تو جیبی میداد، مثلا روزی یک بارم ما رو در روزی بارم ما رو کتک میزد، اگر اون کتک اگر اون پول تو جیبی قطع میشد کتک قطع نمیشد، اختلاف نسل، اختلاف فرهنگ، کلش رو با یه تیکه طنزآمیز کاملا غیر مستقیم داره برای ما در میاره جناب کیارستمی. یا یه جای دیگرش که من یادمه که اولین باری که دیدم تو ذهنم موند، قشنگ خیلی جالب بود، شب که داشت میرسید که استرس داشت که خونه بچه رو پیدا نکرد، شب هم شده این پیرمردی هم که راه نماشه هی داره یواش تا میاد، بعد گفت اگه میشه زودتر بیاین، هی چند بار گفت، بعد گفت که پسرم من وقتی که هی هم داشت حرف به راجی میگه، گفت من وقتی حرف میزنم نمیتونم تون را بیام، گفت خب حرف نزن یکیم تون را بیام، خلاصه اینجوری. مثالای دیگه هم هست ولی به ویژه از سینما، سینمای غیر ایران، غیر در واقع کشور خودمون، خیلی مثالای دیگه هست. درصد از روی کامنت های شما تو این یه هفته آینده متوجه خواهم شد که اگر دوست داشتین مثال ها رو ادامه میدیم، اگر نه که موضوع بعدی رو صحبت میکنیم یا یه کتاب میخونیم. مخلصیم، خوب و خوش باشین و پرحرفی بنده رو ببخشین، سعی میکنیم که از این بعد خوش خلتر باشیم. مخلصیم.